سلام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه در غیر این صورت. در پنجمین دوره از مجموعه برنامه های در غیر این صورت در خدمت شما هستم. در این دوره از برنامه ها می پردازم به نقد باورها، باورهایی که در حوزه عمومی جریان دارند و بسیاریشون بدون نقادی و بدون کنکاش و بدون جدال مورد پذیرش قرار گرفتند، در صورتی که اگر ما به مبانی این باورها توجه بکنیم و اندکی اونها رو بکاویم، خواهیم دید که این باورها رو به همون شکلی که هستند یا ارائه میشند نمیشه چندان مورد اعتماد قرار داد. این مجموعه به چالش باورهای عمومی که در میان شهروندان ایرانی، گروه‌های سیاسی، مقامات دولتی جاری هستند می‌پردازه. رهیافت این برنامه، معرفی این باورها، تبیین زمینه‌ها و علل وجود این باورها و نشون دادن پیامدهای این باورهاست. در ضمن روشن هست که این باورها رو من مورد نقادی هم قرار میدم از یک موضع عقل گرایانه. این برنامه نه تنها دولت و گروه‌های سیاسی، بلکه ممکن هست باورهای تک تک شهروندان ایرانی رو مورد چالش قرار بده. البته من سعی می‌کنم از ادبیاتی استفاده کنم که کمتر موجب رنجش مخاطبان این برنامه قرار بگیره اگر به این باورها اعتقاد دارند. در 13 برنامه‌ای که در خدمت شما خواهم بود، با تأکید بر نقد باورها، به باورهایی که مربوط هست به مخالفان جمهوری اسلامی، در مورد نظام جمهوری اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روحانیت، مرجعیت و مقدسات، نگرش ایرانیان به جهان خارج، بالاخص به ایالات متحده، رسانه‌ها، بالاخص رسانه‌های خارج کشور، کالاهای فرهنگی و هنری، ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی، دستاوردهای جمهوری اسلامی و همچنین الهیات جمهوری اسلامی موضوعاتی هستند که در چارچوب این برنامه من بهشون خواهم پرداخت. و اما مبانی و اصول این کاری که من انجام خواهم داد چه چیزهایی هستند؟ ابتداعا من حقوق افراد و گروه ها رو به رسمیت میشناسم، تلاش میکنم عبارات و مفاهیم رو نقد تحلیلی بکنم. رهیافت من همونطور که عرض کردم رهیافت عقل گرایی انتقادی است. تفاوتی قائل خواهم شد بین واقعیت، فکت و باور و نظر، که اینها اپینین هست یا دیدگاه هست. واقعیات رو بر وفاداری های سیاسی و عقیدتی من تقدم خواهم بخشید. ملاحظاتی رو که سیاستمداران برای کسب قدرت یا بالا رفتن از پله‌های قدرت معمولاً در نظر می‌گیرند، اونها رو کنار خواهم گذاشت. همچنین تنوع و تکثر ایده‌ها و رفتارها و سیاست‌ها رو در میان ایرانیان به رسمیت می‌شناسم و هیچ جا تلاش نخواهم کرد که یک ایده رو حق در مقابل ایده دیگری کاملاً باطل قرار بدم. نقادی ایده ها هیچ وقت به این معنا نیست که یک ایده حق 100% هست و ایده دیگر کاملا شیطانی است، بلکه ما با بازاری از ایده ها مواجه هستیم و در این بازار خب برخی از ایده ها مؤثرترند، کارآمدترند، از بوته نقد این ایده ها سالمتر بیرون میان، ولی برخی از ایده ها ممکن هست که از بوته نقد چندان سرفراز بیرون نیاند. در اولین برنامه من میپردازم به باورهایی که در باره مقدسات در میان ایرانیان جاری هست. علت این که این موضوع رو من تقدم بخشیدم به موضوعات دیگه، بحث‌هایی است که در اردیبهشت ماه سال 1991 در پیرامون انتشار آهنگ آقای شاهین نجفی در گرفت و احکام ارتدادی که صادر شد و دیدگاه‌هایی که در نقد این آهنگ عرضه شد، بالاخص از سوی کسانی که حالا یا امروز اصلاح طلب مذهبی هستند یا دیروز اصلاح طلب مذهبی بودند، و همچنین ایده‌هایی که در داخل کشور در نقد این آهنگ مطرح شد، فکر می‌کنم که به جا هست ما این
نقد باورهای مرتبط با مقدسات رو تقدم ببخشیم. البته بحث من فراتر از موضوعات خاص مربوط به این آهنگ هست. در مقدمه ابتداعاً من توضیح بدم که در باب مقدسات ما وقتی صحبت می کنیم یک مجموعه پیشفرض ها رو باید در نظر بگیریم. پیشفرض اول این که تعاریف در این حیطه ها مبهم هستند و بسیار دشوار هستند که ما به تعاریف اجماعی برسیم. مثلا اینکه مقدس چیه، توهین چیه، اینها به نظر من تلاش برای اینکه ما به یک تعریف واحد برسیم تلاش بیهوده است، چون این تعاریف معمولا به دنیای ذهنی آدم ها برمیگرده، به ایده هاشون، به ایدئولوژی هاشون، به نظام باورشون برمیگرده وقتی که این مفاهیم رو تعریف میکنند. رسیدن به وفاق در مورد این تعریف این مفاهیم تقریبا کاری است به نظر من غیر ممکن. این امور در بستر و بافت اجتماعی شکل می گیرند و به شکل اجتماعی دوباره بازسازی می شند. اما در هر جامعه مرجع افکار عمومی هست و نه یک فرد یا گروه خاص. می شود با نظرسنجی های افکار عمومی رو سنجید که متاسفانه در امروز در ایران این کار بسیار دشوار هست. اما این طور هم نیست که ما در این حیطه ها نتوانیم به هیچ گونه وفاقی دسترسی پیدا کنیم. بر سر چند موضوع میشه به توافق رسید وقتی که بحث بر سر مقدسات و چگونگی برخورد با مقدسات هست. موضوع اول آزادی بیان هست و عدم مرجعیت یک گروه خاص یا قوای قهریه در این باب. موضوع دوم این که احترام یک رابطه دو طرفه هست و نه یک رابطه یک طرفه. اینطور نیست که فقط باید افراد مذهبی، افراد غیر مذهبی به مذهبی ها و باورهاشون احترام بگذارن و این رو ما از طرف مقابل هم نبینیم. این معمولا این بی احترامی ها دو جانبه هست و باید به هر دو طرف ماجرا توجه کرد. همچنین احترام یک رابطه اجباری هم نیست، کسی رو مجبور به احترام نمی کرد. افراد رو مجبور به رعایت قانون میشه کرد، اما مجبور به احترام یا رعایت برخی اصول اخلاقی نمیشه کرد. به همین دلیل هم است که قانون در اینجا اهمیت پیدا میکنه. عامل محدود کننده افراد قانون هست. یعنی ما هم آزادی های مذهبی رو داریم، هم آزادی های نوع دیگه مثل آزادی های بیان رو. توازن میان این دو رو قانون هست که برقرار میکنه. در یک نظام دموکراتیک و آزاد، خب این قانون مصوب نمایندگان مردم هست و دستگاه قضایی مستقل همین قانون رو اعمال میکنه. اما در نظام های دیکتاتوری معمولا این قانون توسط دیکتاتورها و حاشیه دیکتاتورها نوشته میشه و توسط همونها هم اعمال میشه. دشوار هست که از افراد بخواهیم در نظام های دیکتاتوری همیشه قوانین رو رعایت کنند، چون این قوانین معمولا توسط قدرتمندان نوشته و به اجرا در میان. حتی قوانین مربوط به آزادی بیان در جوامع دموکراتیک و آزاد هم مرتباً بر اساس قدرت نیروهای اجتماعی و رخدادها و ساختار نهادهای قضایی و قانونی و ارتباط میان قوا تا حدودی تغییر میکنه. بنیانهاش ممکنه تغییر نکنه، اما برخی در برخی از جزئیات این قوانین هم ممکنه که تغییر پیدا کنه. باید به پویایی و تحول این قوانین هم توجه کرد در این زمینه ها. در مورد جامعه ایران هم به نظر من همین طور هست. ما در بحث آزادی بیان یا آزادی مذهب باید به منابع کمیاب اجتماعی، مغالطه ها، خلط ها، انتظاراتی که وجود داره به اینها هم توجه بکنیم. حالا چه پرهیز کنیم چه اینها رو مورد توجه قرار بدیم در حیطه اجتماعی یا یادآور بشیم. مغالطات و خلط ها و انتظارات معمولا در جهت محدود کردن آزادی ها به کار میرن، حالا چه آزادی بیان و چه آزادی مذهب. به این نکات باید از پیش به نظر من توجه کرد. اما در بحث
توهین به مقدسات و آزادی مذهب و آزادی بیان یک نکته بسیار بنیادی در اینجا وجود داره که معمولا بهش توجه نمیشه. اون هم تفاوت میان توهین به فرد در برابر توهین به ایدئولوژی و مذهب هست. آنچه که در قوانین منع میشه و قابل احترام هست افراد هستند و جوامع هستند، نه ایدئولوژی ها و مذاهب و باورها. مشکلی که وجود داره در ایران این هست که ایدئولوژی، مذهب، باور اینها تقدم پیدا کرده به فرد، ارزش فرد و ارزش اجتماع و ارزش روابط اجتماعی. ما در عالم خارج پدیده‌ای به اسم اسلام نداریم. شما اگر در عالم خارج برید و بگردید چیزی به اسم اسلام رو نمیتونید پیدا کنید. در عالم خارج ما فرد مسلمان داریم یا جامعه ای داریم که اکثریتش مسلمان هست. در عالم خارج ما رفتارهای مذهبی رو مشاهده می کنیم، شمائل مذهبی رو مشاهده می کنیم و نمادهای مذهبی رو مشاهده می کنیم. بنابراین چیزی کلی به اسم اسلام وجود نداره. اسلام در جوامع مختلف، همه ادیان اینجوری هستند، در جوامع مختلف وقتی که تعین پیدا می کنند در چارچوب نهادهای دینی، در چارچوب شمایل دینی، نمادهای دینی، رفتارهای دینی تعین خارجی پیدا می کنند. و اینجا هست که اینها ارتباط پیدا می کنند با انسانها و آدمها. از همین جهت من می خواهم این تفکیک رو قائل بشم بین فرد مسلمان و اسلام. توهین به فرد مسلمان، توهین به جامعه مسلمان، مسخره کردن باورهای فرد مسلمان، مسخره کردن باورهای جامعه مسلمان، این کاری نادرست هست. در چارچوب قوانین هم در برخی از کشورها خب اینها منع شده، یا اگر منع نشده محدودیت‌های اجتماعی براش وجود داره، عرف علیه اینها کار میکنه. اما از محدوده افراد که ما فراتر بریم، مثلا یک باور خاص، اینکه افراد باور داشته باشند که ملائک و اجنه وجود دارند، اگر کسی این باور رو به سخره بکشه، به نظر من این توهین به هیچ فرد یا هیچ جامعه نیست، چون این یک باوری است، باوری است که تعلق شخصی به هیچ فردی نداره. همچنین وقتی که به سراغ چهره های مقدس ما میریم که جنبه تاریخی پیدا کردند، این نکته رو باید توجه داشت که چهره های مقدس تاریخی اینها وکیل و وصی ندارند. یکی از موضوعاتی که در همین بحث مربوط به آهنگ آقای نجفی مطرح شده این هست که به امام دهم شیعیان توهین شده. حالا اولا که خود خواننده منکر هست که چنین توهینی صورت گرفته، ما فرض کنیم که چنین توهینی هم صورت گرفته باشه. در امروز، در دنیای امروز، در سال 1391 امام دهم شیعیان هیچ وکیل و وصی نداره. فردی است که قرنها پیش از دنیا رفته و وکالتش رو به هیچ کس نسپرده. مرده ها در عالم خارج وکیل و وصی ندارند و کسانی نمی توانند با تمسک به اینکه به یک فردی که از دنیا رفته می شود افراد زنده رو کشت به دلیل اینکه به اون فرد مرده توهین شده. البته اگر توهین به یک فرد مرده ای صورت بگیره، این اخلاقا کار نادرستی هست. اگر چنین توهینی صورت بگیره، قانونا مشکلی پیدا نمی کنه فرد، چون اون مرده نه خودش حضور داره و نه وکیلش حضور داره که از حقوق او دفاع بکنه. ولی اخلاقا در همه جوامع معمولا میگن پشت سر مرده حرف نزنین. ائمه شیعه یا پیامبران اینا افرادی هستند که از دنیا رفتند. من اینها رو هم مثل همه افرادی که، یعنی افراد معمولی مثل افراد بقیه افراد جامعه بشری هستند، اینها رو هم باید مثل بقیه مرده ها باشون به نظر من رفتار کرد، باید به اونها احترام گذاشت و اگر خطایی مشکلی هم بوده در یک دوره ای، اینها رو باید با، مگر افرادی که برای جوامع بشری خسارات بزرگ به بار آوردن مثل هیتلر یا استالین، اینها رو خب باید نقد تاریخی کرد. در اون چارچوب نقد تاریخی هم هیچ نیازی به توهین نیست. خلاصه بحث بر سر احترام به مردگان هست.
که از این منظر من معتقد هستم که نباید به سراغ اینها رفت و اونها رو به تمسخر کشید. اما اگر کسی هم توهینی میکنه یا مسخره میکنه، اینها مجازات های دنیوی نداره، مجازات های قانونی نداره، چون افرادی که از دنیا رفتند اینها دارای وکیل و وصی نیستند. متاسفانه روحانیت شیعه در طول 1000 سال گذشته خودش رو به عنوان وکیل وصی مقدسان شیعه معرفی کرده و البته خب این مجرایی است برای کسب امتیاز و کسب معیشت. روحانیت یا گروههایی که در این چارچوب فعالیت میکنن، اینها به نظر من یک کسب و کار رو دارن اداره میکنن. نهادهای دینی یک کسب و کار هستند. اینها درآمدهایی دارند، مخارجی دارند و برای حفظ این کسب و کار خودشون هم اقدامات مختلفی رو به عمل میارن، مثل دیگر نهادهای اجتماعی، مثل دیگر کسب و کارهایی که توی عالم هستند، سنوفی هستند، از حقوق خودشون دفاع میکنن. اما روحانیت برای دفاع از این کسب و کار بیش از حد عکس العمل نشون میده، تا حدی که مخالفان خودش رو به قتل تهدید میکنه. این مثل این هست که اگر امروز یک مغازه پارچه فروشی در یک خیابانی هست، مغازه پارچه فروشی دیگری اگر بخواد تأسیس بشه، پارچه فروش اول پارچه فروش دوم رو به قتل تهدید بکنه. در صورتی که یک بازاری هست، به نظر من در این بازار چه افراد بیدین هستند، افراد ضد دین هم هستند و ادیان هم متنوع و متغیر هستند، در این بازار باید اینها بتوانند با هم رقابت کنند. مشکلی که ما در ایران امروز داریم این هست که بازار رقابتی برای دین وجود نداره و روحانیت مثل بسیاری از بازارها، بازار دین رو هم به انحصار خودش درآورده. اگر دست انداختن باورها و توهین به افراد مساوی انگاشته بشن، دیگه در جامعه هیچ سخنی نمیشه گفت. چون شما هر باوری رو انتقاد ازش بکنید، یک فردی که صاحب این باور هست ممکنه که این رو توهین به خودش تلقی بکنه. اصولا مجرای آزادی بیان، مجرای گفتگو کاملا بسته میشه. اگر ما توهین یا مسخره کردن یک باور رو مساوی با توهین یا مسخره کردن به باورمندان تلقی بکنیم، حساب اینها رو به نظر من کاملا باید از هم تفکیک کرد. بحث دیگری که در اینجا وجود داره یا باور دیگری که وجود داره این هست که توهین به یک قوم یا نژاد رو خلط میکنن افراد با توهین به مذهب. اینها هم حساب جداگانه ای دارند. ممنوعیت توهین به هر معنایی که ما توهین رو در نظر بگیریم، به سیاهان مثلا، افرادی که در امریکا آفریقایی تبار خوانده میشن، یا مثلا یهودیان، استفاده از کلماتی مثل کاکاسیا که تعبیر انگلیسیش رو به کار نمیبرن، معمولا با لغت ان ازش یاد میکنن به خاطر اینکه توهین آمیز هست به جامعه سیاهان، یا معرفی کردن همه یهودیان به عنوان قاتلان حضرت مسیح. اینها موضوعاتی است که به دلیل اینکه به یک قومیت توهین میشه، به یک گروه اجتماعی توهین میشه، به همین دلیل هست که اینها منع شده. اینها ارتباط مستقیمی با مذهب و ادیان نداره. در یک جامعه آزاد و لیبرال شما نمیتوانید به افراد و گروه های اجتماعی، قومیت ها یا نژاد ها توهین کنید. اما اگر کسی امروز بیاد و باورهای دین موسی یا باورهای دین مسیح رو، اینها رو به چالش بکشه، یا حتی یه کمدینی اینها رو مسخره بکنه، اینها جایی برای شکایت نداره، چون اون باورها به نظر من یک حامل مشخص نداره و افراد هم نمیتوانند مدعی بشن که تنها حامل این دیدگاه هستند. در جوامع امروز غربی آرا و باورهای ادیان مسیحی یا یهودی اینها به چالش گرفته میشه و برخی از کمدین ها اینها رو حتی به سخره میگیرن، باورها رو، ولی نه افراد رو، نه فرد مشخصی که دارای اسم هست و نه گروه های اجتماعی رو. اینها رو باید از هم به نظر من تفکیک کرد. بنابراین باوری که این باور
که هر گونه به سخره گرفتن یا هر گونه توهین به یک باور مساوی است با توهین یا سخره گرفتن باورمندان یا گروهی از باورمندان، این موضوع به نظر من صحت و حقیقت نداره. موضوع دیگری که در اینجا مطرح است که در ابتدای برنامه هم ذکر کردم، بحث رابطه دو طرفه احترام هست. نمی شود در یک جامعه گروه عظیمی یا قدرتی که در دست یک گروه هست با سرمایه و با امکانات، باورهای عمومی دیگران رو، اقلیت‌ها رو یا گروه‌های اقلیت رو یا حتی اکثریت رو به سخره بکشه، توهین بکنه، اما انتظار داشته باشه که هیچ توهینی هم به اون مجموعه باورهای خودش صورت نگیره. اینها روابط متقابل هست. اگر کسی، این تعلیمی است که معمولا پدر مادرها به فرزندان خودشون از ابتدا میدهند که اگر میخواهید به شما احترام بگذارند، شما هم به دیگران احترام بگذارید. متاسفانه در ایران نهادهای قدرت، دین که به نظر من عمدتا معنیش همان نهاد دین هست، چون دین هیچ رابطه مستقیمی با باور و ایمان نداره. باور و ایمان اموری هستند شخصی، اما دین یک نهاد اجتماعی هست. نهادهای اجتماعی به دنبال کسب قدرت هستند و کسب منافع. امروز نهاد دین در جامعه ایران قدرت رو به دست گرفته و برای اینکه این قدرت رو تداوم ببخشه، در پیرامون خودش یک حاله تقدس ایجاد کرده که هیچ کس به این حاله تقدس نباید نزدیک بشه. این نهاد مشکلی که داره با نهادهای دیگر این هست که به همه افراد، به همه دیگر اندیشان، دیگر باوران، گروه های اقلیت، به همه توهین میکنه، اما انتظار داره که هیچ توهینی به این نهاد صورت نگیره. توهین هایی هم که به افراد میشه در ایران، متاسفانه توهین هایی در مقیاس های میلیونی هست. افراد در جامعه ایران به نظر من دوچار نوعی، بسیاری از افراد به دلیل غریزه بقا دوچار نوعی بیهستی شدند نسبت به این توهین ها. روزانه میلیون ها توهین از جانب نهادهای دینی و از جانب حکومت دینی به شهروندان ایرانی صورت میگیره. فردی رو که در خیابان نگه میدارن و چک میکنن بسیجی ها، این توهین به او هست. فردی رو که میخواد استخدام بشه، مورد گزینش ایدئولوژیک قرار میدن، این توهین به اون فرد هست. در دانشگاه ها وقتی که تفکیک جنسیتی میکنند، پسرها و دخترها رو در کلاس‌های مجزا قرار میدن، این توهین به این افراد هست. در مورد زنان وقتی که به زنان نیمی از ارث رو میدند در مقایسه با مردان یا پسران، این توهین به زنان هست. امر به معروف و نهی از منکر اصولا توهین به افراد هست. اجرای سنگسار یا قطع کردن دست یا اعدام، اینها توهین به افراد انسانی هست. فرد مجرم هم نباید بهش توهین کرد، که این گونه مجازات های قساوتمندانه معمولا توهین به افراد هست. از نظر من اجرای احکام فقهی که امروز در گستره میلیونی در ایران در حال اجرا هست، اینها توهین به افراد هست. زنان رو نگه داشتن و تذکر دادن به اینکه حجابتون رو رعایت بکنید، اینها توهین به زنان هست. حجاب اجباری توهین به زنها هست. این توهین ها در مقیاس های میلیونی هر روز در لباس مذهب و در چارچوب مذهب و با استفاده از احکام مذهبی نسبت به شهروندان ایرانی صورت میگیره. من حق نمیدم به کسانی که نسبت به افراد مذهبی واکنش نشون بدن اونها هم توهین کنن، چون جواب یک عمل نادرست عمل نادرست دیگری نیست، اما میفهمم واکنش هایی رو که در جامعه ایران نسبت به این توهین ها برخی از افراد بروز میدند، کفگویی هایی که میکنند یا نسبت های ناروایی که بعضن به مذهب یا به دینداران یا به روحانیت میدند، اینها کار درستی نیست اما قابل فهمه، به دلیل اینکه روزانه میلیون ها توهین نسبت به شهروندان ایرانی صورت میگیره. ما حتی پس از جمهوری اسلامی وقتی که این توهین ها از سر مردم ایران برداشته بشه، این حقارت ها و تحقیر ها وقتی از سر شهروندان ایرانی برداشته بشه، نیاز داریم به یک دوره طولانی برای اینکه التیام در جامعه ایران صورت بگیره، افراد بتوانند
به یکدیگر در یک دوره باید تمرین احترام گذاشتن به یکدیگر رو داشته باشند، تا فرد مذهبی به فرد غیر مذهبی و فرد غیر مذهبی به فرد غیر مذهبی احترام بگذارن. سنی به شیعه احترام بگذاره، بهایی به شیعه احترام بگذاره، شیعه به بهایی احترام بگذاره، هم جنسگرایان به دیگر جنسگرایان احترام بگذارن و دیگر جنسگرایان به هم جنسگرایان احترام بگذارن. اینها اموری هستند متقابل. یک طرف نمیتواند در جامعه ای که جامعه روحانیت مبارز تهران میاد و همجنسگرایان رو به حیوان صفت تعبیر میکنه، اطلاعیه بود که اخیرا از سوی جامعه روحانیت مبارز با امضای آقای مهدوی کنی منتشر شد. روحانیت وقتی که گروهی از افراد جامعه رو که دارای خانواده هستند، دارای شغل هستند، در دارای کرامت انسانی هستند، اینها رو مورد توهین قرار میده، جامعه روحانیت مبارز دیگه نمیتواند انتظار احترام از جامعه ایران داشته باشه، گرچه افرادی که در چارچوب عقل بیاندیشند و بخواهند که تنش رو در جامعه کاهش بدن، حتی پرهیز میکنن از اینکه به جامعه روحانیت این توهین ها رو برگردانند. جامعه روحانیت مبارز رو میشه مورد پرسش قرار داد، رفتارهای گذشتش رو میشه پرسش قرار داد که آیا مثلا کشتن 3 تا 5 هزار نفر انسان در حدود یکی دو هفته در زندانهای ایران توسط یک مقام روحانی، مرجعی که تمام این افراد جامعه روحانیت به او اعتقاد دارند، آیا اون حیوان صفتی است یا همجنسگرایی حیوان صفتی است؟ اینا میشه مورد پرسش قرار داد. اما جای توهین نیست، به دلیل اینکه توهین ها میتواند ادامه پیدا بکنه و به صلاح سلامت و حفظ صحت روانی جامعه نیست. تنفس کوتاهی را خواهیم داشت. بعد از این تنفس من با ادامه بحث در باب مقدسات در خدمت شما خواهم بود. فرصتی طلایی برای پزشکان ایران. خدمات دیگری از آژانس امیری با 50 سال سابقه درخشان و اینک برای اولین بار برگزاری دوره‌های تخصصی، فلوشیپ، قسمتی برای پزشکان عمومی و متخصصی، داروسازان و دندان پزشکان محترم، دوره‌های تخصصی ایمپلنت و پرکتیکال همراه با دریافت سرتیفیکیت از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و شرکت در کنگره‌های علمی پزشکی، همچنین تورهای تفریحی برای خانواده‌های متقاضیان و عقص ویزای 6 ماهه. از این موقعیت استثنایی استفاده کنید، به آمریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس دفتر 818-758-2626 و تلفن همراه 818-802-2086. amiritravel.com. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند.
دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. خدمت بینندگان برنامه در غیر این صورت، در قسمت دوم از برنامه اول از مجموعه پنجم برنامه های در غیر این صورت در خدمت شما هستم که به نقد باورها میپردازم. در این برنامه بحث من متمرکز هست بر باورهای مربوط به مسائل و امور مقدس و اینکه چطور باید با این امور مواجه شد یا رفتار کرد. آخرین نکته‌ای رو که ازش بحث می‌کردم این بود که احترام گذاشتن یا پرهیز از توهین به امور مقدس، توهین و مقدس رو به هر معنایی که بگیریم، این هست که احترام یک رابطه متقابل هست و نمی‌شود که گروهی یا جمعی باورهای خودشون رو در مقام قدسی قرار بدند و اونها رو حق مطلق بپندارند و باورهای دیگران رو همه رو باطل بپندارند، به اونها توهین کنند و به افرادی که اون باورها رو ندارند توهین کنند و انتظار احترام هم در مقابل داشته باشد. متاسفانه ما گروههایی از مسلمانان، گروههایی از مسیحیان، یهودیان و بودائیان رو داریم که اینها رو بنیادگرا اسم میگذارند یا در میان مسلمانان اینها رو اسلامگرا و خطاب می کنند. اینها گروه هایی هستند که تنها خودشون رو حق می دانند و ثروت ها و منزلت ها و قدرت های اجتماعی رو هم منحصراً به خودشون متعلق می دونند و دیگران رو هم جملگی باطل تلقی می کنند. این دوگانگی و این معیار دوگانه، معیاری که یک طرف رو کاملا حق و طرف دیگر رو کاملا باطل قرار می ده، این معیار مشکلزا هست. مشکلش هم این هست که این رابطه احترام متقابل رو ازش ممانعت میکنه. نمی شود یک گروهی با حق دانستن مطلق خودشون دیگران رو هر روز مورد اتهام یا توهین قرار بدند، هر گونه برچسبی رو بر اونها بزنند و انتظار داشته باشند که کاملا هم مسئول بمانند و هیچ کس هم هیچ عکس العملی از خودش بروز نده. افراد در جامعه متفاوت هستند. خب برخی از افراد به نقد میپردازند، برخی از افراد ممکن هست به تحقیق در مورد این باورها بپردازند و نشون بدن عملا در چارچوب‌های آکادمیک و علمی که اینها مقدس نیستند. اما همه افراد جامعه که محقق نیستند، همه افراد جامعه که دانشگاهی و تحصیل کرده نیستند که چنین روش‌هایی رو اتخاذ کنند، یا همه افراد به لوازم رفتارهای خودشون آگاه نیستند، ممکن هست که در عکس العمل به نقاطی برند، به اقداماتی دست بزنند که چندان هم اخلاقی نباشه یا حتی قانونی نباشه. اینها به نظر من مشکل دو طرفه هست و مشکل کسانی که خودشون رو حق مطلق میدانند در اینجا بیشتر هست و اونها رو ما در واقع میتونیم مسئول تر بشناسیم، چون بسیاری از این امور برمیگرده به این باور نادرست که در عالم خارج گروهی هستند که باورهاشون حق مطلق هست، مقدس هست، کسی به اونها نباید نزدیک بشه و باورهای دیگران هیچ اهمیتی نداره و هیچ احترامی هم لازم نیست که به اونها گذاشته بشه.
اینها اموری اجتماعی هستند، آزادی، احترام همه در روابط متقابل معنی پیدا می کنند. هیچ کدام از اینها نمی توانند یک طرفه باشند. نکته دیگری که در مورد توهین به مقدسات یا تمسخر مقدسات مطرح میشه این هست که این گونه رفتارها موجب رنجش افراد میشه، موجب اذیت و آزار افراد میشه و در این محدوده ها باید آزادی بیان رو محدود کرد. استدلالی که در اینجا صورت میگیره این هست که توهین، به هر معنایی که ما توهین رو در نظر بگیریم، توهینی که به مقدسات میشه این هست که رنج و دردی رو به بر باورمندان به اون امر مقدس تحمیل میکنه که این رنج و درد ممکنه موجب واکنش های خشونت آمیز بشه. حالا در اینجا هم ما با از اینکه معنی توهین چی هست بگذریم، چون افراد ظرفیت های ذهنی متفاوت دارن و این ظرفیت های ذهنی میتونه هر چیزی رو مقدس کنه، نه فقط مردگان، نه فقط برخی باورها، بلکه چیزهای خیلی عادی تو این عالم مثل حیوانات رو هم افرادی مقدس میدونن. دیگه کسی از اون حیوانات نباید سخن بگه، اون حیوانات رو نباید کشت و از گوشتشون نباید استفاده کرد. بسیاری از محدودیت ها رو بر دیگران این گونه باورها ممکنه تحمیل کنه، محدودیت هایی که هیچ ربطی هم به حقوق اون باورمندان نداره. امروز اگر مثلا در ایران کسی گاو رو قربانی کنه برای گوشتش، خب یک هندویی که گاو رو بهش احترام میگذاره ممکنه این رو توهین به خودش تلقی کنه، بنابراین مسلمان ها باید خوردن گوشت گاو رو تعطیل کنند. این نتایج بسیار سهمگینی داره برای جوامع مختلف. این خلطی که وجود داره در اینجا به نظر من خلط میان یک پدیده هست و یکی از لوازم ناخواسته اما طبیعیش. بسیاری از افراد ممکنه که یک باور رو یا یک دیدگاه رو مورد تمسخر قرار بدن بدون آنکه بخواهند به دیگران رنجی برسونند. همیشه اینها خواسته و ارادی نیست که فردی اگر مثلا باور به امام زمان رو کسی بیاد مورد تمسخر قرار بده. این در اینجا به نظر من هیچ حقی از فرد خاصی نقض نشده. خب البته گروهی ممکنه که رنجیده خاطر بشن، همانطور که اگر اون کسانی که به امام زمان باور دارند باورهای طرف مقابل رو به سخره بگیرند یا در مجموعه های طنز فکاهی از اونها استفاده کنند. این لوازم این گونه دیدگاه ها، این که ما هیچ حرفی رو نزنیم گروهی ممکنه رنجیده خاطر بشن، اگر بخواهیم پیامد هاشو در نظر بگیریم نتیجهش این هست که هیچ کس هیچ سخنی نگه، چون ما نمیدونیم چه سخنی میگیم و افراد طرف مقابل چگونه از این سخنان برداشت میکنند یا این سخنان رو چگونه میفهمند. این راه آزادی بیان رو در جامعه میبنده. به نظر من بله، به یک فرد مسلمان، فردی که آقای حسن یا حسینی که به امام زمان باور داره، به او نباید، او رو نباید مورد تمسخر قرار داد. اما نفس باور به امام زمان رو اگر کسی بر فرض امروز بیاد و اعتقادش بر این باشه که خب یک فردی نمیتواند هزار سال زندگی کرده باشه و با این یک لطیفه بسازه، این ضرورتاً توهین به همه مسلمانان یا همه شیعیان به نظر من نیست. باید دایره آزادی بیان رو ما بسیار گسترده تر از این ببینیم تا اینکه دایرهش رو بسیار تنگ کنیم و محدودش رو، محدوده آزادی بیان رو تنها افراد باورمند یا باورمند به یک دین و یک مذهب خاص تعیین بکنند. نکته بعدی که در اینجا قابل طرح هست به نظر من مثال بسیار خوبی هست از این بحث رنجش دیگران، یک موردی بود که در ایالات متحده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. خب گروه هایی بودند و هستند که با همجنسگرایی در ایالات متحده مخالف هستند و امروز در ارتش امریکا هم همجنسگرایان کاملا میتونن خدمت بکنند. یکی از این همجنسگرایانی که کشته شده بوده در جنگ
خانواده و اعضای دوستانش برای اون مجلس ختمی رو گرفته بودند و گروه مخالف آمده بودند در مقابل کلیسا، پلاکارت هایی رو به دست داشتند و مخالفت میکردند. با برخی از چیزهایی هم که روی این پلاکارت ها نوشته بودند خب توهین‌آمیز بود نسبت به این سرباز و گرایش جنسیش. این موضوع به دلیل حساسیتی که داره برای ارتش امریکا تا حد دیوان عالی کشور هم رفت، اما کسانی رو که رفته بودن اونجا و ابراز عقیده کرده بودند بدون تمسک به خشونت، اینها رو در نهایت دیوان عالی کشور اینها رو مبرا دونست به دلیل استفاده از آزادی بیان که یکی از متممهای قانون اساسی امریکا هست. قاضی جان رابرتس که یکی از قاضیان محافظه کار هم هست در دیوان عالی کشور در امریکا، در مورد شکایت خانواده یکی از جان باختگان جنگ با عراق از اعضای یکی از کلیساها که با حضور در خیابان نزدیک به محل برگزاری مراسم ختم به اظهار نظر منفی در مورد مقتول می پرداختند می نویسه، این ابراز نظر، از اینجا قول این قاضی امریکایی هست، یکی از قضات نهگانه دیوان عالی کشور که یک نهاد بسیار قدرتمندی هست در ایالات متحده، ایشون می نویسه این ابراز نظر می تواند افراد را به عمل وادارد، بر چهره آنها اشک شوق یا رنج سرازیر کند و رنج بسیاری را بر آنها تحمیل کند، اما ما نمی توانیم با تنبیه سخنگو به این رنج عکس العمل نشان دهیم. بنا به عقیده این قاضی لازمه تعهد به آزادی بیان حتی محافظت از اینجا سخن او هست، محافظت از سخنان آزاردهنده در موضوعات عمومی است تا اطمینان حاصل کنیم که بحث عمومی را محدود نمی کنیم. بله، در حیطه عمومی برخی از سخنان ممکنه که موجب رنجش دیگران هم بشند. عدم رنجش دیگران یا عدم آزار دیگران نمیتواند مبنایی برای محدود کردن آزادی بیان به شمار بره، حتی در جامعه امریکا که بسیار برای کشته شدگان جنگ اینها احترام قائل هستند و مسئله کاملا ملی هست در ایالات متحده، اما آزادی افرادی که میان و حتی با این کشته شدگان جنگ رو به تمسخر میکشونند و موجب رنجش خانواده ای میشن که فرزند خودشون رو از دست دادند، بنا به نظر این قاضی دیوان عالی آزادی اونها نباید محدود بشه. باور دیگری که وجود داره در این بحث مقدسات این هست که توهین به مقدسات، بگذاریم از اینکه توهین و مقدس هر کدوم یعنی چی، آیا اصلا مقدس در عالم خارج وجود داره یا نداره، که من معتقد هستم وجود خارجی نداره، این انسان ها هستند که این امور مقدس رو برمی سازند و به مرتبه مقدس فرا می کشند. فرض کنیم خب گروهی به این مقدسات باور دارند، برخی معتقدند که توهین به مقدسات موجب تحریک نیروهای رادیکال در جامعه میشه و این نیروهای رادیکال دست به خشونت میزنند. نمونه هاش هم ذکر میکنن که مثلا کاریکاتورهایی که از پیامبر اسلام کشیده شد اینها موجب تحریک برخی از مسلمانان شد و اینها دست به خشونت و عملیات تروریستی زدند. این دیدگاه به نظر من حق مطلب رو بیان نمیکنه. بله، ممکن هست که در مواردی احساس توهین به باورها افراد رو به حرکت‌هایی وادار کنه، اما کشتن دیگران، بمب‌گذاری و عملیات تروریستی، اینها با سخن توهین کننده اینها برابری نمی‌کنه. ما در دوران کودکی هم به بچه‌ها در مدارس معمولاً پدر مادرها یا معلمان معمولاً بهشون اصل تناسب رو آموزش میدن، میگن اگر کسی به شما یک سخن نادرستی گفت شما هم میتوانید به او سخن نادرست بگید، حتی ممکنه که اخلاقا کار درستی نباشه، اما از حیث برابری اینها با هم توازن داره.
اگر کسی به شما فحش داد، این نمیتواند، شما نمیتوانید با چاقو کشیدن به او جواب بدید، چون اینها تناسب نداره. اگر یک کشوری به کشور دیگه حمله کرد و 5 سرباز او رو کشت، این معنیش این نیست که کشور مقابل با هواپیماهای خودش یا با موشکهاش به کشور دیگه حمله کنه و میلیون ها نفر رو از بین ببره. اینا تناسب نداره. در این مورد هم به نظر من این تناسب نداره. اگر گروهی باورهاشون مورد توهین قرار میگیره، بمبگذاری و کشتن و ترور، اینها تناسب نداره. مشکل فتوای ارتداد، حکم ارتداد، حالا چه اگر روحانیون صادر کنن چه دولت این رو صادر کنه و بخواد به اجرا بگذاره، عدم تناسب هست. حتی اگر فردی به مقدسات گروهی از مؤمنان توهین کرده باشه، کشتن او برابری نمی کند با سخنی که این فرد به زبان آورده. این گونه دست بردن به این خشونت ها به نظر من اهداف و مأموریت های دیگری رو دنبال میکنه. معمولا روحانیون در برابر این گونه سخنان که قرار میگیرند، حالا چه توهین باشد، چه بوی توهین بدهد، چه احساسی رو از جانب دیگران القا بکنه، اونها اهداف دیگر خودشون رو دنبال میکنن از این گونه فتاوا. تلاش میکنن انسجام اجتماعی در گروه های مذهبی رو با این گونه فتاوا بالا ببرن، تهدید میکنن که دیگر کسی جرأت نکنه به محدوده مقدسات اونها نزدیک بشه، که البته خود روحانیون هم بخشی از این مقدسات هستند. تلاش میکنن قدرت اجتماعی خودشون رو در جامعه تحکیم کنن. اهدافی فراتر از پاسخگویی مد نظر هست. وگرنه اگر کسی سخنی میگه و این سخن هم حتی نادرست باشه، حتی توهین‌آمیز باشه، اون رو به شیوه های دیگری هم بدون تمسک به ترور و ارعاب و قتل، به نظر من میشه به اون سخنان پاسخ داد. این همین سخن رو در بحث حجاب هم مطرح میکنند مسلمانان، که مثلا اگر زنی گوشه مثلا چشمی رو باز بگذاره، یا اگر گوشه تکه ای از موهاش پیدا باشه، یا اگر پاهاش پیدا باشه در بیرون میاد، یا اگر در کنار دریا شنا بکنه، این موجب تحریک جنسی افراد میشه. خب ما چه باید بکنیم یا زنان چه باید بکنن که آستانه تحریک جنسی افرادی به شدت پایین هست؟ حتی برخی از افراد ممکنه که زنان چادری رو هم وقتی که ببینند از پشت یا از جلو، وقتی که چادر جابجا میشه، تحریک جنسی در اونها صورت بگیره. خب نتیجهش این هست که زنان باید در اندرونی خانه ها بمونن، و البته تلاش بسیاری از روحانیون و وفاداران به روحانیت دقیقا هم همین هست. معتقد هستند که زن به طور کلی یک آلت جنسی است. میگن که در غرب چنین دیدگاهی وجود داره، اما در میان روحانیت و در میان وفاداران به روحانیت به نظر من این دیدگاه با شدت و قوت بیشتری وجود داره، که زن رو آلت جنسی تلقی میکنن. اگر چنین نبود، زنان رو به اندرونی خانه ها هل نمی دادند، اندرونی بیرونی نمی ساختند، زنان رو به حجاب اجباری وادار نمی کردند، زنان رو از پوشیدن چکمه یا عطر زدن یا آرایش کردن باز نمی داشتند. اینها کارهایی است که کسانی که آستانه تحریک جنسیشون به شدت پایین هست انجام میدند. نمی شود آزادی های زنان رو صرفاً به دلیل پایین بودن آستانه تحریک جنسی گروهی از جامعه از زنان گرفت. به همین ترتیب هم نمی شود آزادی بیان رو از افراد جامعه گرفت، به دلیل اینکه آستانه تحریک ذهنی برخی از افراد نسبت به باورها و دیدگاهاشون به شدت پایین هست. بحث دیگری که مطرح میشه این هست که افراد در برابر مقدسات، حتی اگر نسبت به اینها نقد دارن یا حتی اگر خوشایند نیست مقدسات براشون، نباید با احساسات با این مقدسات برخورد کنند، بلکه باید با عقل، با نقادی با اینها برخورد کرد. در اینجا هم یک خلط وجود داره به نظر من در این باور. خلطش این هست که همه افراد جامعه رو صرفاً عقل تصور میکنن. انسان یک مجموعه است از احساسات و عقل. در کنار عقل احساسات هم وجود داره. اگر افراد مورد رنجش قرار بگیرن، اگر شما ببینید که مثلا زنی رو در خیابان ماموران امر معروف نهی از منکر صورت او رو خونالود کردند، خب فردی ممکن هست که به نقد حجاب اجباری بپردازه، یا به نقد روش‌های
امنیت اجتماعی که در جمهوری اسلامی جاری هست بپردازه. خب فرد دیگری هم هست ممکنه که احساسات خودش رو بیان کنه نسبت به این عمل، نسبت به دیدن زنی که صورتش پر از خون هست. نمی شود انتظار داشت که همه افراد جامعه در برابر اتفاقاتی که میفته به یک گونه عکس العمل نشون بدن. سخن گفتن در مورد دیگر ادیان و باورها و احکام اونها به نقادی کارشناسانه و جمعهای کوچک علمی و دانشگاهی محدود نیست، به دلیل اینکه مردم به طور روزمره با رفتارهای دینی درگیر هستند، بالاخص اگر دین در موضع قدرت باشه در جامعه. گفتگوی میان ادیان و باورها کار بسیار مناسبی هست، کار بسیار خوبی هست، از تنش‌ها میکاهد، اما نمیتوان انتظار داشت که همه افراد در همه جوامع صرفاً با گفتگوی علمی و با گفتگوی عقلانی به چالش دیگر ادیان و دیگر باورها بپردازند. همگان درباره باورها و احکام دیگر ادیان در چارچوب گفتگوی انتقادی و آکادمیک باقی نمیمانند، از این چارچوب فراتر میرند. همچنین گفتگو تنها روش تعامل میان انسانها نیست، انسانها روشهای دیگری هم برای تعامل دارند که خب ممکنه فردی در برابر یک موقعیت که قرار میگیره لطیفه میسازه برای اینکه خود اون موقعیت رو برای خودش قابل فهم کنه، یا در یک موقعیتی افراد ممکنه که برای تخلیه روانی خودشون گریه کنند یا بخندند یا حتی ناسزا بگن، به خدا ناسزا بگن. حتی در مواردی در داستان‌ها و در ادبیات فارسی ما مواردی از ناسزا گفتن به خداوند رو هم داریم و داستان بسیار زیبایی هم هست که در حتی کتاب‌های درسی هم در یک دوره این داستان‌ها رو می‌آوردن برای اینکه نشان بدن که همه آدم‌ها قرار نیست که حتی با خدا هم، کسانی که به خدا اعتقاد دارن، همه قرار نیست با خدا یکسان سخن بگن. بعضی‌ها ممکنه به خدا شکایت ببرن، بعضی به خدا ناسزا بگن در مواردی که عصبانی میشن از ظلم و جوری که در این عالم واقع می‌بینن. اینها تعالیمی است که قرنها به جامعه ایران داده شده، اما متاسفانه جمهوری اسلامی مجموعه این تعالیم رو نادیده میگیره. آیا مقام خداوند بالاتر هست یا مقام یک روحانی یا مقام یک امام شیعه؟ اگر قرار هست که در مواردی انسانها، یعنی قابل فهم باشه که انسانها به خدا ناسزا بگن و این هم یکی از روشهای گفتگوی با خداوند شمرده بشه، چرا نباید شکایت بردن به یک امام توسط یک خواننده، توسط روحانیت یا پیروان یک مذهب قابل فهم باشه؟ گفتگوی سازمان یافته و نظری یکی از بهترین روشهای تعامل و مواجهه است، اما نمی شود در عالم واقع دیوار جدایی میان اهل ادیان انداخت و روش مواجهه رو تنها گفتگو تلقی کرد. خلاصه سخن من در این بحث این هست که اولا مقدساتی که معمولا ذکر میشه و ذکر میشه که به اینها توهین صورت گرفته، در یک دیدگاه جامعه شناسانه اولا ما مقدسات نداریم، مقدسات رو انسان‌ها مقدس کردن، چیزی در عالم واقع به عنوان مقدسات وجود نداره. اگر هم در بحث خود اون باورها قائل باشیم که افراد باید به باورهای همدیگه احترام بگذارن، اونجا هم بحث به نظر من بحث فرد و شخص و گروه هست. نباید به فرد یا شخص یا گروه با باور خاصی توهین کرد یا مسخره کرد، اما نفس یک باور که به هیچ فرد یا گروهی تعلق نداره، اون جا هست که افراد میتوانند به هر گونه که بخواهند با اون باورها برخورد کنند. نکته دیگری هم که روش تاکید داشتم این بود که بسیاری از این مقدسات و چهره‌هایی رو که مقدس معرفی میکنند، اینها افرادی هستند که از دنیا رفتند و اینها وکیل و وصی در عالم خارج ندارند. آقای صافی گلپایگانی یا مکارم شیرازی هیچ گونه وکالتی از امام دهم شیعیان نداره که اگر هم حتی کسی توهینی به اینها کرد، او بیاید و حکم قتل برای توهین کننده صادر بکنه. با این بحث خاتمه میدم به برنامه اول دوره پنجم در غیر این صورت.
امیدوار هستم در این دوره بتوانم بسیاری از این باورها رو به نقد بکشانم و ما یک گفتگوی متقابل هم با شما داشته باشیم. ایمیل من رو هم در برنامه دوستان اتاق فرمان اعلام خواهند کرد. از طریق اون ایمیل دوستان می توانند نظرات خودشون رو برای من بفرستند. تا هفته آینده شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو می کنم.